سال 1396 هم گذشت و برگ دیگری از تقویم روزگار ورق خورد. اما بعضی بزرگان در این سال نماندند تا برگ این تقویم را برگردانند. در این ویدیو از برخی از آنها نام برده ایم. بیشک این افراد همه بزرگانی نیستند که ما را ترک کردند. فرهیختگان دیگری هم بودند که امسال کنار ما نیستند، اما در این ویدیو نامی از آنها نیامده است. لطفعلی عسگری زاده، مشهور به پروفسور لطفی زاده. تولد باکو 1299، درگذشت کالیفرنیا 1396. بنیانگذار منطق فازی و استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا. مریم میرزاخانی، تولد تهران اردیبهشت 1356، درگذشت کالیفرنیا تیر 1396. نخستین زن برنده جایزه فیلدز نوبل ریاضی و استاد دانشگاه استنفورد. عارف لرستانی، تولد کرمانشاه بهمن 1350، درگذشت تهران فروردین 1396، بازیگر تئاتر و تلویزیون. عاصمه جهانگیر، تولد لاهور دیماه 1330، درگذشت لاهور بهمن 1396، وکیل و فعال حقوق بشر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران. جین شارپ، تولد اوهایو آمریکا بهمن 1306، درگذشت بوستون آمریکا بهمن 1396، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی، نظریه پرداز مبارزات خشونت پرهیز، بنیانگذار مؤسسه آلبرت اینشتین. محمد جراحی، تولد تبریز 1336، درگذشت تهران مهر ماه 1396، زندانی سیاسی و فعال کارگری، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری. لیو شیائوبو، تولد چانچون چین دیماه 1334، درگذشت شنیانگ چین تیر 1396، زندانی سیاسی، تدوین کننده منشور دموکراسی خواهانه 08، برنده جایزه صلح نوبل در سال 2010. عطا بهمنش، تولد کرمانشاه فروردین 1302، درگذشت تهران تیر ماه 1396، گزارشگر، خبرنگار و روزنامه نگار ورزشی، از قدیمی ترین گزارشگران ورزشی تلویزیون و رادیو. نادر گلچین، تولد رشت 1315، درگذشت تهران شهریور 1396، خواننده پیشکسوت موسیقی سنتی. مدیا کاشیگر، تولد یزد اردیبهشت 1335، درگذشت تهران مرداد 1396، مترجم ادبی، روزنامه نگار، نویسنده، شاعر و فعال فرهنگی. نازنین دهیمی، تولد تهران 1367، درگذشت تهران آبان 1396، مترجم ادبی، روزنامه نگار، زندانی سیاسی. ریزعلی خواجوی، تولد میانه اسفند 1309، درگذشت تبریز آذر ماه 1396، کشاورز، مشهور به دهقان فداکار. علی اشرف درویشیان، تولد کرمانشاه شهریور 1320، درگذشت تهران آبان 1396، زندانی سیاسی، نویسنده، خالق رمان همسایه ها. مجتبی عبدالله نژاد، تولد کاشمر 1348،
در گذشت تهران، آذر ماه 1396، نویسنده و مترجم زبان انگلیسی. ناهید دایی جواد، تولد اصفهان، اردیبهشت 1321، در گذشت اصفهان 1396، خواننده موسیقی سنتی. منوچهر صبوری کاشانی، تولد بجنورد 1314، درگذشت تهران، مهر ماه 1396، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، مترجم جامعه شناسی. حسین توفیق، زادروز تهران، تیر 1308، درگذشت تهران، فروردین 1396، طنز پرداز، یکی از سردبیران نشریه طنز توفیق. حسین شاه حسینی، تولد تهران، اسفند 1306، درگذشت تهران، دیماه 1396، فعال ملیگرا، نخستین رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس کمیته ملی المپیک پس از انقلاب اسلامی. طاهر احمدزاده، زادروز مشهد 1300، درگذشت مشهد آذر 1396، فعال ملی مذهبی، نخستین استاندار خراسان پس از انقلاب اسلامی. کاووس سید امامی، تولد 1332، درگذشت زندان اوین تهران بهمن 1396، استاد جامعه شناسی، فعال محیط زیست، استاد دانشگاه امام صادق و مدیر عامل مؤسسه میراث پارسیان. سینا قنبری، تولد تهران، دی 1373، درگذشت زندان اوین تهران، دی 1396. زندانی سیاسی که در جریان تظاهرات سراسری دی ماه 1396 بازداشت شده بود. وحید حیدری، تولد عراق، 1373، درگذشت بازداشتگاه شماره 12 عراق، دی ماه 1396، زندانی سیاسی که در جریان تظاهرات سراسری دی ماه 1396 بازداشت شده بود. محسن عادلی، تولد دسفول 1370، درگذشت دسفول، دی 1396. او در جریان تظاهرات سراسری و بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد. محمود جهان، تولد آبان 1330، درگذشت ماه شهر مرداد 1396، خواننده مشهور ترانه‌های جنوبی موسوم به بندری. همایون شهنواز، تولد مرداد 1317، شمیرانات تهران، درگذشت تهران، اسفند 1396. کارگردان سینما و تلویزیون از جمله سریال مشهور در ایران تنگستان. لوون هفتوان، تولد تهران، فروردین 1345، درگذشت تهران، اسفند 1396، کارگردان و بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون.